در این مورد بیشتر صحبت می داشته باشیم با آقای اسدالله ندیم، آگاه امور سیاسی. آقای ندیم سلام، وقتتان بخیر، بسیار خوش آمدید به برنامه. نظر شما را هم در رابطه با سفر آقای خلیلزاد پس از سفر از ترکیه به دوحه می داشته باشیم که گفته در این سفر روی موضوعات یک نقشه راه سیاسی و همچنان آتش بس با هر دو طرف گفتگو میکنن. فکر میکنین که این سفر یا این که بر سر یک نقشه راه و همچنان آتش بس دائمی حرفی زده شوه و عملی شوه؟ شکر خدمت جناب شما بیننده عزیز آریانیو سلام عرض میکنم. حالا ظاهرا دیده میشه که پروفسور افغانستان وارد یک مسیر جدید شده است. سفر آقای خلیلزاد زمانی که تقریبا کمتر از دو ماه به دوره کاری آقای ترامپ و وزیر خارجهش مایک پمپیو مانده، یک نوید دیگه هم پیام دیگر هم داره. خلیلزاد احتمالا و با باور قوی با تیم بایدن در تماس است. اگر با تیم بایدن در تماس نمی بود سفر منطقوی شد ای دوره آخر ترامپ آغاز نمی کرد، چون که حال مسئله انتخاباتی هم گذشت، کمپاین هم نیست، یک مسئله یک روی کرده است برای کاخ سفید. ممکن با تیم بایدن در تماس بوده باشه و امکان داره که آقای خلیلزاد در پستی که داره ابقا شود. بنابراین یک تحرک جدید است در پروسه صلح و ترکیه میاد برای ترکیه در قطر، ممکن در کابل و کشورهای همسایه و منطقه هم سفر داشته باشه و همچنان تحرکات جدید در افغانستان هم آغاز شده. امروز شورای عالی مصالحه برگزار میشه در ارگ ای کلا، اما یک تفاوت، یک چیز خیلی یک جالب وجود داره در پروسه صلح. پروسه صلح آرزوست برای مردم افغانستان، برای بسیار کسایی که از جنگ صدمه دیدند، تلفات دیدند، شهید دادند، زخمی شدند، توان مالی دادند، اما برای رهبرا یک آرزو نیست و این رهبرا همیشه مادامی که فشار بالایشان حفظ باشه وادار به قبول بعضی موضوعات میشه. اگر فشار برطرف شود اصلا صلح در اندیشه از اینا نیست. حالا ما میبینیم که در کابل نرمش ها بعد از آورده شدن فشار از طرف اتحادیه اروپا، بریتانیا و امریکا شروع شد و این به نشان میده که رهبرایی که در کابل هستند علاقه به صلح ندارند و به حد مشتاق قدرت، حفظ قدرت هستند. بنابراین بسیار ضرور است که جامعه جهانی آقای ندیم پیش از اینکه بریم سر بحث این که رهبرای سیاسی در افغانستان خواهان صلح در افغانستان هستند، در گذشته هم آقای خلیلزاد سفرهای داشتند در کشورهای منطقه و در قسمت پروسه صلح و کاهش خشونت‌ها و آتش بس صحبت‌های هم شده بود، اما تغییراتی که باید به وجود می آمد تغییرات نیامده بود. مثلا از زمانی که همین نشست دوحه آغاز شده نه کاهش خشونت صورت گرفت و نه آتش بس پذیرفته شده. حال چگونه فکر میکنین؟ آیا فکر میکنین این بار بتن آقای خلیلزاد موفق شوه تا همین آتش بس دائمی که خواست مردم افغانستان هم هست، تا جایی که حکومت هم تاکید بر همین آتش بس میکرد البته عملی شوه؟ یک موضوع خیلی مهم که بسیاری ها در این متوجه نمیشن و او ایست که اصلا موضوع آتش بس در آجندای کاری آقای خلیلزاد وجود نداشت. قبلا در ماموریت‌های قبلیش مذاکره با طالبان بود، مسئله امریکا بود، کردی نشدن خروج قوای نظامی امریکا بود، همکاری با طالبان بود. با طالبان همیارم امریکایی ها بسیار روابط تنگاتنگ حتی استخباراتی دارند، اما موضوع آتش بس در آژانده کاریش نبود و حالا موضوع آتش بس آنقدر موضوع مبرم برای آقای خلیلزاد دوره دولت امریکا و طالبان نیست. آتش بس خواست مردم افغانستان است، مردمی که رنج میبرند از این جنگ. حتی خواست ممکن حکومت کابل هم نباشه، تنها در بیان میگن، چون که در ادامه جنگ منفعتشان است و ایره مردم بفهمند که در آژاندای کاری خلیلزاد آتش بس هرگز نبوده. همیشه او از کاهش خشونت‌های آقای ندیم، حال گزارش‌های نشر شده گفته که پس از سفر از ترکیه به دوحه آمدن روی چگونگی همکاری‌ها در مورد نقشه راه و آتش بس دائمی گفتگو خواهد کرد، در صورتی که در گذشته در آجنده از اینها آتش بس نبود. حال چرا امید از آتش بس و در آجنده خود در این قسمت از آتش بس یاد کرده؟ چی باعث شده؟ آلخی موضوع آقای خلیلزاد میگه بعضی رسانه‌های آمریکایی و اروپایی تحلیل میکنن تپالی آتش بس مسئله مشکلات سیاسی یا حل مسائل سیاسی افغانستان است. حل مسائل سیاسی افغانستان که مطرح شد، طالبان حکومت کابل قبول نداره، باید یک تغییر در چوکات نظام بیه و او را بسیاری ها قبول میکنند که ممکن حکومت عبوری یا انتقالی یا هر چیز دیگری باشه، حکومت سرپرست، و این حکومت کابل قبول نمیکنه. اما ممکن فشار بیشتر برای آقای غنی وارد شود که این مسئله بحث سیاسی که مطرح میشه، بحث سیاسی بجز تغییر رهبری فعلی چوکات نظام چیز دیگری نیست و بالوی از او ضمناً آتش‌بس یاد میکنند و ما فکر نمیکنیم طالبان تا زمانی که خواست سیاسیشان قبول نشه آتش‌بس قبول کنند و چنان فشار بسیار قوی هم از طرف جامعه جهانی بالای طالبان وجود نداره که اونا رو وادار بسازه که آتش‌بس اولویت قرار بده. بنابراین تا هنوز هم شعار آقای خلیلزاد مسئله مشکلات سیاسی بحث سیاسی است، بعداً آتش‌بس. این طالبان میگن، اول میگه ما در مورد ساختار نظام و چگونگی انتقال قدرت اینا بحث میکنیم، بعداً آتش‌بس. هنوز هم آتش‌بس یک اولویت نظر اجندای کاری جامعه جهانی به خصوص ایالات متحده آمریکا. شما چنانکه شما هم یادآوری کردین جامعه جهانی پافشاری که بالای طالبان می داشت در قسمت آتش‌بس نداشته. در نشست ژنو هم بیشتر روی پروسه صلح حرف زدن و همچنان دیگر کشورها هم گفتن که باید یک آتش‌بس صورت بگیره، البته کاهش خشونت. صرف خواستار شدن. پافشاری که در قسمت باید صورت میگرفت صورت نگرفته. بیشتر دلیلش در چی میبینین؟ چرا از طرف کشور آمریکا و کشورهای جهان به خاطر اینکه یک آتش‌بس صورت بگیره بالای طالبان وارد نشد، هم بالای طالبان و هم حکومت افغانستان؟ لویدریسیز امریکا جنرال مارک میلی یک حقیقت چند روز گذشته بیان کرد، تا هنوز از هیچ کسی چنین حرفی بیرون نشده بود. او ایست که گفت که در واقع دولت ها بعد از که 11 سپتامبر در افغانستان حاکم شدند اصلا نمیخواستند که طالبان شکست بخورند، طالبان مهار شوند و طالبان نمیخواست دولت تصرف کنند. در حقیقت یک نوع بازی است که سهیم از جامعه جهانی امریکا که قربانیش مردم افغانستان است، مردم افغانستان است. بنابراین این بازی را تا به زعم خودشان ادامه میده، چون که اراده جدی بر صلح از طرف گرداننده ها وجود نداره. این صلح یک موضوع آژندای تحمیلی برای طالبان و رهبری دولت است. بنابراین اینا هرگز کپ یک طرفه کنند، چون در ادامه جنگ نه تنها منافع طالبان است و منافع رهبران دولت کابل هم است. اینا از حالت جنگی سود میبرند، نفع میبرند، قدرتشان حفظ است. مثلا فساد است، فسادهای کسانی که در موقعیت های تصمیم گیری هستند در اداره مالی کشور در اختیار از اوناست. از فسادی که وجود دارد در افغانستان بخش عمدهش نصیب از اینا میشه. بنابراین این به جامعه جهانی به خصوص ایالات متحده آمریکا تعلق داره که فشار بیشتر بالای دو طرف وارد کنه که تا که اینا وادار شوند صلح، پروسه صلح قبول کنند. تا زمان که فشار بسیار قوی کاری وارد نشه اینا، یعنی آقای ندیم حال فکر میکنین آنچنان که آقای خلیلزاد گفته این بار در گفتگو روی آتش‌بس فوری صحبت‌های خواهند داشت، فکر میکنین که این گفته‌ها فشاری باشه برای طالبان پذیرفته شود آتش‌بس؟ آقای خلیلزاد گفته که مسئله بحث سیاسی و آتش‌بس، مسئله بحث سیاسی که توام با آتش‌بس شد، طالبا درخواست خودم پیشکش میکنند، تا زمان که خواست از اونها قبول نشه حاضر با آتش‌بس نیستند و جامعه جهانی و خصوص امریکا، ناتو اصلا توانایی از داره نداره که بالای طالبان حال فشار بیشتر وارد کنه، چون که طالبان از نگاه مالی بسیار مستقل هستند نسبت به دولت افغانستان. اونا کنترل عواید مواد مخدر دارند، کنترل باجگیری از مؤسسات و شرکت‌های دولتی خارجی را دارند، کنترل عواید قاچاق دارند. حتی در شهرهای عمده افغانستان اونا مالیات میگیرند، از عواید برق مالیه میگیرند. بنابراین اینا تحت فشار مالی نیستند، آنقدر تحت فشار نمیان. و حالا اگر امریکایی‌ها ما گمان نمی‌کنیم که دوباره برگرده با 150,000 عسکر عملیات‌های نظامی را آغاز کنند. این دوره گذشته. بنابراین از فشار قوی بالای طالبان اصلا در حالت حاضر امکان پذیر نیست، اما میتونند که بالای دولت کابل فشار بیارند، چون که حکومت کابل هنوزم وابسته است نزدیکای مالی، کمک‌های تسلیحاتی، تجهیزاتی و کمک‌های خارجی. بنابراین اگر فشار وارد شود ممکن طالبا از پروسه صلح حتی امکان بیرون کشیدنشان است و این به ظرافت دیپلماتیک آقای خلیلزاد و دیگه جنبه‌های داخل تعلق داره که چگونه طالبان وادار بسازند که حاضر به قبول آتش بس شوند. درست. یعنی آقای ندیم فکر میکنین این که کشورهای جهان و همچنان آمریکا پافشاری که بالای طالبان در قسمت آتش بس داشته باشند تا حال نداشتن، حداقل صرف یک یادآوری کردن، این یک قدرت داده باشه با طالبان و اینها هم تا حال توانستند که همین خشونت ها را هم در افغانستان افزایش داده باشند. این قدرت برشان داده به توجه کشورها این که باید بالا از اینها پافشاری میکردن در قسمت آتش بس نکردند. بله واقعا همونطور است. طالبان را در حقیقت اینا فرصت دادن، طالبان را زمینه مساعد کردن، طالبان را در حقیقت اعتبار جهانی دادن. حال طالبان یک موقعیتی است که بر راندن از اینا از هیچ کوی اعتبار بسیار مشکل است، حتی برای جامعه جهانی مشکل است. ممکن وقتی که ما جامعه جهانی میگیم یک طرف است، مثلا امریکا طرف دیگر است. ممکن طرف امریکا در استراتژیشان چیزهای دیگری در مورد طالبان بوده باشه. با فکر ما است که طالبان اونها مناسب پارتنر یا شریک در آینده سیاسی افغانستان قبول کردن، به صورتی که موضوع نمی بود. طالبان اینقدر پرورش نمی دادن، ناز نمی دادن و به این موقعی نمی رساندن. حالا طالبان در یک موقعی رسیده که یعنی راه بازگشت بسیار مشکل است که طالبان از سکوی اعتبار طرف عقب زدن از اینا خیلی کار مشکل است، انرژی زیاد می خواهد و جامعه جهانی هم ایران نمی خواهد و بنابراین و متاسفانه ما در یک مرحله رسیدیم که طالبان حال یک واقعیت عینی است، طالبان یک قدرت مطرح است، یک قوی مطرح است و در آینده افغانستان سهمی که مثلا آقای حکمتیار قانع شده بود با او قانع نمیشه و بسیار خواستهای بلند و بالا دارند. درست. آقای ندیم حکومت افغانستان و سیاسیون در قسمت آمدن سال در افغانستان چگونه فکر میکنین؟ آیا اینا واقعا به خاطر منافع ملی کشور خواهان صلح در افغانستان هستند؟ منافع ملی ما تعریف منافع ملی نکنیم. اولش ایست که همین نظام، حفظ نظام، ثبات نظام، مسئله قانونمندی، قانون محور بودن از اساسات منافع ملی است. اینا تا هنوز به این چیزایی که ما یادآور شدم و پابند نبودن، وفادار نبودن، قانون به زعم خودشان تطبیق کردن، مسئله مبارزه با فساد، مبارزه با اختلاس، نظام سازی پیش از اونا مطرح نبوده و از این آدم برداشت میکنند، علاقه ندارند و همیشه چشمشان مسئله قدرت است، حفظ قدرت است. چه قسم از اینا، چه خبرشان میرسه و در کدام حالت باقی میمونند. تو هنوز متاسفانه موقف از اینا به همین رقم است که منافعشان ایجاب میکنند، البته منافع بسیار شخصی بسیار القویشان و چنان علاقه تمایل قوی به صلح ندارند که آستین بر زده باشند و وارد عرصه صلح شده باشند. درست. آقای ندیم، آقای عبدالله امروز هم در نخستین نشست کمیته رهبری شورای عالی مصالحه گفت که یک نقشه راه برای رسیدن به صلح باید به وجود بیاید و مردم هم تا حد باید حاضر باشند که در این روند قربانی بتن. هدف حرفایشان چی بوده؟ تا حال اینا نتوانستن یک نقشه راه سیاسی به خاطر آمدن صلح در افغانستان به وجود بیارن. این در حد همه کسایی که بیانیه دادند امروز در جلسه، از آقای غنی گرفته آقای عبدالله دیگرها، یک عرافی است، لفاظی است. قربانی را دائم مردم افغانستان دادند و متاسفانه هنوزم قربانی میتن. قربانی که اینا باید بتن. بعضیشان باید از قدرت کنار برند، بعضیشان چوکیاشان رها بتن. این کار نمیکنن. صرف به خاطر منفعت شخصیشان جنگ به درازا کشاندن. وگرنه مذاکرات باید به ده مارچ شروع میشد. اگه مثلا طالب ما قبول کنیم که طالب یک نیروی چیاست، کودکی میفهمه که طالب چی است. اما چرا امریکا با قدرت خود آمد در افغانستان، حکومت از اینا را برانداخت، اما بعدا حاضر شد که با اونا مذاکره کنه، با اونا امتیاز بده، در صورتی که امریکا از بیرون میاد. دموکراسی هم که ما حرف از دموکراسی جمهوریت میگیم بعد از ورود امریکایی ها توفه امریکایی هاست، چرا یک پافشاری به شعارشان دارد؟ به صورت که امریکایی ها وارد مذاکره شدن با طالبان، توافق کردن، چرا ما این کارا نمی کنیم؟ طالبان هرچی که باشه امروز خود از اینا به قدرت تبدیل کردن. درست. آقای ندیم، با توجه به این که بنبست هم در دوحه تا جای شکسته و همچنان آقای خلیلزاد گفته که موفقیت در توافق بر اصول و طرز العمل ها بیشتر سری شده، یعنی فکر میکنین که با این توجه که آقای خلیلزاد هم گفته و بنبست در دوحه هم شکسته، ما به سال نزدیک شویم با آن چنانی که مردم هم امیدوار به خاطر آمدن سال در افغانستان هستند؟ آن چنان که شما هم یادآوری کردین مردم افغانستان بیشتر قربانی دادن به خاطر اینکه سال در افغانستان بیاید، فکر میکنین که به یک راه نزدیک شده باشیم و همین نتیجه نشست دوحه هم یک نتیجه مثبت و قناعت بخش باشه؟ راه حل در حقیقت دور نیست، از نگاه عملی در یک قدمی ماست. درست. یعنی زمانی که مسئله آژانده ها مطرح میشه، حال طالبان در سطح حکومت الا بالاتر از او، معتبرتر از او، وارد مذاکرات صلح شده. یعنی طالبان با یک شیرین کوچک راضی نمیشن، قانع نمیشن. اینا دولت مردم افغانستان اینا خوب میفهمن، اما به گفته عوام در کوچه حسن چپ میذارن. و بهتر است که از اول همه خواستهای طالبان بعضی خواستهایشان باید رسیدگی شود، چون مسئله معامله صلح یک معامله است، در معاملات بدهیبستان است، باید امو بدهیبستان در اول مطرح شود و هر کس سهم خود بگیره و تا اینکه طالبان حاضر شوند که آتش بس قبول کنند. اما طالبان اگر دولت به شعارهای خود به موضوع خود پافشاری کنه، هرگز با آتش بس تن نمیتن، چون که اونا از دید از اونا در یک موقعیت بهتر قرار دارند، موقعیتشون برتر است. بهتر است که این واقعیت ها را حال کسایی که تصمیم میگیرن این را درک کنن. ما زمانی که مثلا از سرکوبی طالبان گپ میزدیم، امروز وقتش گذشته. دولت افغانستان اگر میخواست مثلا در 12 سال پیشتر در توانایی کار داشت، چون که حضور بسیار قوی داشت ناتو و امریکا، مثلا طالبان مطرح نبود، ضعیف بود، دو زمان فیصله کرده میتونستن که از راه نظامی حل شود. حالا از راه نظامی حل مسئله افغانستان یا نابودی طالبان ناممکن است و در یک صورت ممکن است که ناتو قطعات ضربتی بیشتر بیاد، مستقیما وارد جنگ دوباره در افغانستان شود. اما من گمان نمی‌کنم در شرایط حاضر ناتو و بخصوص امریکا این کار بکنه. اگه این کار میکردن با طالبان کنار نمی آمدن، توافق امضا نمیکردن و مثلا بایدن که از ماه جنوری در کاخ سفید به موضوع بایدن در مورد افغانستان روشن است، آنقدر خوشبینی زیاد و دولت حاکم نداره، چند حضور قوی هم نداره و این واضح است که حضورشان در کار کردن با طالبان کنار آمدن. حضور آینده امریکایی ها در افغانستان به نفع دولت نیست که دولت مطمئن باشند، چون که با طالبان وارد معامله شدن و طالبان هم یک چیزی میتن، یک سهمی میتن. و چرا یعنی بدبستان ها در آغاز نباشه که مردم از دادن تلفات، از دادن قربانی نجات بیابند؟ درست. آقای ندیم، اگر صدای مرا دارین، با توجه به حرفهای شما هم تا جایی که حکومت در قسمت آمدن سال در افغانستان و اینکه نشست دوحه هم یک نتیجه مثبت داشته باشه، صداقتی که باید داشته باشند ندارن و همچنان از طرف طالبان هم بیشتر اینها امتیازگیری میکنن در میز مذاکره و دو ماه هم مانده که البته دوره حکومت آقای ترامپ در آمریکا به پایان برسه. به نظرتان با آمدن آقای بایدن، البته فکر میکنین که از طرف آقای بایدن هم بالای حکومت افغانستان و هم بالای طالبان فشارهای وارد شوه و در قسمت از این که همین نشست دوحه نتیجه مثبت داشته باشه؟ اینجا یک فرمول است در مورد حضور امریکایی ها از دید سیاسی نظامی. زمانی که بایدن مطرح میکنه که ما باید یک حضور تقریبا سمبولیک داشته باشیم، در قطعات محدود خود نگاه کنیم در مبارزه با ترور، گروه های تروریستی مثل القاعده و داعش این مریره میتن که یعنی علاقه با جنگ با طالبان ندارد. بنابراین دولت‌مردایی که در کابل حاکم هستند اینا خاطرشان جنب باشه که آمریکایی‌ها دیگه با طالبان نمی‌جنگند و نفذینا. و این اشاره را می‌رساند موضوع آقای بایدن. و سفر خلیلزاد میره نشان میده که در آخر دوره کاری ترامپ که حالا موضوع مسئله کمپاین انتخاباتی هم مطرح نیست، با تیم بایدن در تماس است. بسیاری از مطبوعات یا رسانه‌های آمریکایی کارشناسا ایرا تایید میکنند که ممکن خلیلزاد به کار خود ادامه بده. بنابراین این تغییر نچندانی در مورد افغانستان نخواهد داد. طالبان منحصر یک طرف حفظ میشه، منحصر یک طرف مطرح است و منحصر یک طرف اگر مطرح شد حفظ شد بعد اونا امتیازات هم داشته باشند. بنابراین پیش از اینکه جنگ به درازا بکشه و تنها قربان کسی که قربانی میدن مردم باشه چون دولت کنه میتن بهتر است که اینا پیش از پیش این مسئله مطرح کنند که همه بدبستانه که موضوع قدرت مطرح میشه در اول چی بسیار به زمان کوتاه انجام شود تا که طالبان حاضر شدن با آتش بس. در غیر از اگر دریبل کنند دو طرف طالبان حاضر با آتش بس در شرایط حاضر نمیشن. یعنی آتش بس میتونه یک راه حل منطقی در قسمت این کمی نشست دوها نتیجه مثبت داشته باشه داره. کاملا آتش بس پایان جنگ ها درگیری هاست. این مسئله بسیار قطعی است. زمانی مطرح میشه که آتش بس زمانی دو طرف قبول میکنه که خواسته های دو طرف با یک حالت متوازن با یکدیگر مورد تایید قرار بگیره. تا زمانی که خواسته های دو طرف از طرف یکدیگر مورد تایید قرار نگیره در جنگ آتش بس از نگاه منطقی ناممکن است. درست، تشکر، سلامت باشین. سپاس از حضورتان در برنامه آقای اسدالله ندیم، آگاه امور سیاسی. ممنونتان.